سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر طبق معمول همه شب ها از دوشنبه شب تا جمعه شب محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. تأکید میکنم درودی ویژه تر محضر یکایک شما همراهان صفحه یک به خاطر فیدبک، پسفرست و بازخورد هایی است که بعضا من در شهر شبکه ها از شما دریافت میکنم. بعد از تحلیلی که در خصوص مقوله دینکاری و دینکاران و دینداران در دو شب پیش داشتم، با موجی از پیام ها مواجه شدم که برای من بسیار قابل توجه بود. این میزان دقت شما هموطنان عزیز نسبت به واژه واژه‌ای که در متن برنامه 25 دقیقه‌ای صفحه یک تقدیم حضور شما می شود، چه آن مهری که من در کلاب هاوس به طور مشخص از شما می گیرم و چه در پیام های دیگر مثل اینستاگرام و توییتر که اتفاقا با پیام های زیادی مواجه شدم و تایید و تحسین و ستایش می کردن که در بکارگیری واژگان و تفکیک معانی به غایت حرف دل آنها رو منعکس می کنیم. چیزی که شهروندان گفته بودند و مخصوصا اشاره می کردن تفکیک واژه حکومت دینداران و حکومت دینکاران خوشایند طبعشان بوده است. در هر روی طبق معمول اعلام امتنان هماره دارم. برنامه امشب سه شنبه هشتم شهریور ماه ایرانی برابر با سیوم ماه اوت سال 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب که خب قابل پیشبینی بوده و هست. شما هم میتوانید پیشبینی کنید که طبیعتاً بسیاری از روزنامه های چاپ تهران به ماجراهای بغداد یعنی عراق پرداخته بودند که با کنارگیری آقای مقتدا صدر در عراق و کنارگیری یک فقیه دیگری به نام آقای حائری از مرجعیت، موجی از جدال ها، تحلیل ها، تنش ها رو چه در عرصه تئوری و چه در عرصه میدانی از تهران تا بغداد برانگیخته بود که به اونها خواهم پرداخت، خیلی نه از زبان روزنامه ها. نکته دیگری که میدیدم بسیار بر صدر روزنامه های چاپ تهران به چشم میخورد که شما الان میبینید، عمدتاً تحسین و ستایش پرسش و پاسخ سه ساعته آقای ابراهیم رئیسی بوده که خب یک نشست خبری داشته و اساساً به گونه جامعه ایران تحت امر مدیریت یک دست حلقه خراسانی ها رو خرم توصیف میکرد که گویا همه چیز در امن و آرام و امان هستش و به طور مشخص به شاخصهای اقتصادی اشاره کرده بود که میخوام در اون رابطه یک تحلیل های ارائه کنم که اساسا دروغ میگفت. حالا یا آمدانه یا آلمانه یا آمار دروغ رو به ایشون رسوندن، اساسا دروغ در حوزه شاخصه های تورمی گفته میشد. از جمله موضوعات دیگری که خب کماکان بر صد روزنامه های چپ تهران به چشم میخورد و شما الان میبینید، توافق برجامی هستش که میبینیم کماکان روزنامه های چپ تهران به آن پرداخته بودند. خب من مایلم نخست یک نگاهی به بغداد داشته باشیم و بعد از چند رویداد رو که میبینیم میشنویم، اتفاقا من حالا قبل از اینکه به بغداد بپردازم اشاره کنم که آیت الله خامنه ای با دولت ابراهیم رئیسی دیداری داشته، چون من امشب بایستی واقعا وقت رو به گونه مدیریت کنم که خیلی کامپکت فشرده بدونم بتونم بخشای از مطلب رو اشاره کنم و که به هر روی به عنصر تازگی در اطلاع رسانی هم همخوانی همسانی و مرتبط باشه داشته باشه. خب من خیلی کوتاه میخواستم به یک وقایع بغداد یک اشاره کنم که آخرین خبرها چه میگذره در بغداد به خاطر کنارگیری آقای مقتدا صدر بعد از اون توییتی که گفته که من اساسا از سیاست میخوام کنار بکشم. حالا من این رو در ادامه تو تحلیل خواهم گفت، اول به یک خبرهای نگاه کنید که شما در صفحه تلویزیون میبینید. خب در حالی که درگیری ها میان شبه نظامیان شیعی رقیب در عراق برای دومین روز پیاپی ادامه یافته، نیروهای امنیتی از اصابت چندین موشک به منطقه سبز بغداد خبر دادند. همزمان آمار کشته شدگان در اردوگاه حامیان صدر افزایش یافته و جمهوری اسلامی هم گویا تلاش میکند که اساسا شهروندان خودش رو از عراق خارج کنه و البته همه اینها در حالی است که تمام تلاشاش رو کرده بود که برای اربعین حسینی یا به
تعبیر خودشون حج حسینی بتونن بالاترین میزان زائران رو به کربلا بکشونن. حتی دیده بودم که پاسپورت ها، گذرنامه ها، اداره گذرنامه همه و همه بسیج کرده بودن، گفتن اصلا بدون روادید، بدون گذرنامه، حتی کسی که پاسپورتش زیر 6 ماه هم مهلت داره با دستور ویژه و تفقد مقامات بالادستی میخواستن که این تعداد زوار پیاده روی اربعینی رو بیشتر کنن. در هر روی مرکز رسانه‌ای امنیتی عراق امروز سه‌شنبه 8 شهریور خبر میداد که منطقه سبز بغداد هدف 4 مشق قرار گرفت و این مشق ها در یک مجتمع مسکونی فرود آمد و خساراتی نیز به آن وارد شده. خب آگاهی دارید که منطقه سبز عراق به جایی گفته میشه که در حاشیه رودخانه دجله قرار دارد و ساختمان های مهم دولتی و حتی سفارتخانه ها رو در خودش جای داده. بر اساس اعلام نیروهای امنیتی، مشق ها از سوی شبه نظامیان و از منطقه های شرقی پایتخت پرتاب شده بود. در هر روی خبرگزاری فرانسه می دیدم که به نقل از یک منبع پزشکی در بغداد گزارش داد که دیروز دوشنبه 23 نفر از هواداران سعد به ضرب گلوله کشته شدند. عمده درگیری ها بایست اشاره کنم که میان ارتش و شبه نظامیان هشت شعبی از یک سو و هواداران صدر از سوی دیگر بامداد امروز سه‌شنبه از سر گرفته شد. خب من بایستی به لحاظ تحلیلیم چند تا نکته رو بگم که اصلا عراق چرا به این سمت و سو می رود؟ چه ارتباطی بین اعلام کنارگیری آقای آیت الله حائری به عنوان یکی از مراجع مهم تشیع در ایران از یک سو و تقابل شیعه شیعه بین نجف قم، تقابل شیعه شیعه بین عراق و جمهوری اسلامی از کجا آب میخوره؟ خب نخواستین نکته رو که من با یستیمون اشاره کنم، اساساً ما چیزی به عنوان کنارگیری از، یعنی مرجعیت یک مقام خیلی دنیوی نیست که طرف اعلام استعفا کنه. این به لحاظ رمزگشایی امنیتی و اون هم در محتوای متنی که آیت الله حائری در متن استعفا، خیلی مشکوک به تحت فشار بودن یا تیمی اتخاذ تصمیم کردن و از یک مجمع بالادستی شورای فقهی برآمدن به ذهن و به معنا می آمد. اتفاقا مایلم خیلی کوتاه من چند سطری از اون متن استعفای آقای آیت الله حائری رو برای شما بخونم، بعد چون تحلیل رو بایستی متمرکز به این داده ها من ارائه کنم. جایی اشاره می کند که پس از آن که خداوند توفیق داد در خدمت آیت الله العظما سید شهید محمد باقر صدر شاگردی کنم، این مسئولیت رو بر عهده گرفتم. کدوم مسئولیت رو؟ مسئولیتی رو که شیعیان، فقهای شیعه معتقدند که در غیاب امام 12 شیعیان یعنی مهدی، در غیاب ایشون فقهای از این دست مسئولیت امور جامعه مسلمین رو بر عهده دارن. از شاگردی خودش نزد آیت الله صدر سخن گفته تا اینکه نوشته در حد توان اهداف آن شهید رو در عراق حسینی محقق کردم و اسلام رو یاری دادم و از مؤمنان و به ویژه از جامعه عراق در برابر مکر استعمارگران حمایت کردم. نکته کلیدی مطلب ایشون اینه که خب بخشی از استعفای خودش رو ناشی از سلامت و افزایش سن میدونه، گفت من مناسب نیست سن من برای این کار و سلامت ندارم که به این حوزه ها بپردازم. اما کلیدی ترین نکته که میخوام به اون اشاره کنم و تحلیل حول اون ماجراست و پیامدها و پسامدهای عراق نیز در اون راستا شکل گرفته، جاییست که گفته در پایان باید سخنی از باب سفارش به فرزندان مؤمن خود بگویم. یک، بر همه مؤمنان لازم است که از ولی فقیه رهبر انقلاب اسلامی آیت الله العظما سید علی خامنه ای سایه اش مستدام داخل پرانتز اطاعت کنند. به هر روی نظر به اینکه نظام فقها یعنی جمهوری اسلامی فقیه کشی رو هم تو کارنامه خودش داشته، یعنی اگر پادشاه فقید در برخورد مواجهه با فتنه‌گران فقاهتی مثلا حد اکثر به یک تبعید اکتفا می کرد و هیچ آزار و آسیبی نرسون، جمهوری اسلامی خب ما مقوله آیت الله شریعت مداری رو داریم، اون بازجویی ها رو داریم، تحت فشار گذاشتن ها رو داریم، آیت الله منتظری و حبس و حصر غمگنانه ایشون رو داریم، آیت الله آذری قومی رو داریم که دیگه بر همگان روشن است و نامه هایی که زیر فشار به انتشار می رسید.
این بدگمانی رو ایجاد کرده که آیت الله حائری بنابر مؤلفه های تحت یک فشاری از سوی مقامات جمهوری اسلامی ناگزیر به انتشار چنین نامه شده باشه و اینجا بود که آقای مقتدا صدر نیز به تأسیس از این فقیه استعفا میدهد و مسائلی که در عراق پیش میآید. هر چه که هست، تمام این مطالب رو به لحاظ گذاری اشاره کردم که به این نکته هم برسم، هر چه که هست بعد از استقرار فقیهان یعنی حکومتی شدن دین و دین حکومتی در سال 57 و مداخلات و ماجراجویی های مردان جمهوری اسلامی از عراق و شامات و یمن تا قطیف و تا بحرین و جاهای دیگر، همه و همه تلاش جمهوری اسلامی برای برهم زدن نظم متعارف سیاسی در کشورهای همسایه است. دوم، پخش تنافر و تخم تفرقه در کشورهای عربی و مسلمان هستش. این کارنامه ناکامیاب جمهوری اسلامی در برهم ریختگی نظم در کشورهای مختلف همسایه از جمله عواملی بوده که با تحریک‌های آغازین آقای خمینی در سال پسا 57 شروع شده که بعد جنگ 8 ساله رو در پی داشته به قیادت و سیادت آقای صدام حسین و البته مورد استقبال مردان جمهوری اسلامی واقع می شد و جنگ رو نعمت می دانستن. اصلا می گفتن بایستی خون بیشتر بریزیم تا بتونیم با آبیاری کردن خون دوام بیاریم، کاری که به لحاظ علم جامعه شناسی به تولید ارزش های زعامتی فقاهتی پرداختن و امکان ادامه بقا رو یافتن. هر آن چه که در عراق می گذرد ریشه این خشونت ها و خصومت ها و فرقه گرایی ها و تفرقه ها و صدریون و حائریون و همه و سائریون و هشت و شبی ها شاخه نظامی و همه اینها برآمده از تفکر جمهوری اسلامی به طور مشخص، برآمده از مدیریت فقهی شخص رهبری جمهوری اسلامی ایران رهبری دوم آیت الله علی خامنه ای است، از اعظام قاسم سلیمانی ها، سپس خاقانی ها و هسته های مقاومت از لبنان تا عراق و یمن، همه اینها در واقع ناآرامی های برآمده از مردان جمهوری اسلامی است، چرا که اساسا آن چیزی رو برای کشورهای مشابه با جمعیت های شیعه ترجیح میده اند که خود آن را در ایران پیاده کردند. داشتن نیروهای شبه نظامی مثل بسیج در کنار ارتش رسمی، ادامه و تقویت سپاه برای سرکوب در کنار ارتش رسمی، همین رو برای لبنان کرده اند، جنوب لبنان و مقوله حزب الله، همین رو برای عراق امروزی کرده اند که بخش عظیمی از خشم و عصبیت جامعه عراقی از حجم ماجراجویی ها و مداخلات جمهوری اسلامی است. در کنار ارتش هشتا شعبی ساختند، همین رو در یمن پیاده کردند. شورشیان حوثی رو به تعبیر آقای ولایتی که به مثابه یک الگوی زندگی و زیست در عصر مدرن، لنگ بر کمر بسته و نان خوشخور به جان جامعه یمن انداختند، انصار الله رو. از این منظر من جنبندی کلامم رو این گونه اعلام کنم که این فعل و انفعالات یک بعد و بار امنیتی داشته که بایستی بعدها منتظر مانده رمزگشایی کرد که صدور بیانیه ی آقای حائری در این موقعیت و در این مقطع و اون هم اظهار مهر مضاعف به علی خامنه ای و همه شیعیان رو به تبعیت علی خامنه ای خواندن به چه معناست، تحت چه شرایطی صورت گرفته، آیا ایشون در آستانه ی اربعین و آمدن جمعیت زوار شیعه از ایران به عراق و بحران‌های فزاته در بستر عراق، آیا درست اندیشه نکرد که چنین نامی رو منتشر کرده یا نه مستقیم تحت فشارهایی مجبور به انتشار شده و پیایند آن خشم آقای مقتدا صدر از این ماجرا برآمده از چه نکاتی است که میبایستی واکاوی بیشتر بشه. هر آنچه که هست جمعی از جامعه عراقی به تعبیر مشخص صدریون از حجم ماجراجویی ها و مداخله گرایی های مردان جمهوری اسلامی و نظام نظامیان در عراق به سطوح آمده اند و خشمگینند و بدین روی بوده که حتی تصاویر آقای قاسم سلیمانی که سرداران ماجراجو و مداخله گر
رسالت داشته از سوی کرملین وابسته به جمهوری اسلامی در عراق، حتی تمثال ایشون رو هم گویا با آتش کشیده اند که توتم تازه‌ای از نظام فقها در جامعه عراق شکست. خب من خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند رویداد از آخرین گفتگو که ابراهیم رئیسی داشته. خیلی جالب بوده، از مدیریت میدانی گفته، همون گونه که در آغاز مطلبم اشاره کردم، بیشتر نوعی نمایش و تبلیغات بوده، یعنی کلامی رو که میگفت آمارها منطبق نبوده. من وقت نمی کنم من بتونم بخشایی از اظهارات ایشون رو پخش کنم برای شما، اما بد نبود که از ادعای رئیس گشت ارشادش میخواستم بگم که میگه که ما وعده دادیم و عمل کردیم و در مدیریت میدانی گشت ارشاد مدیران رو هم راه انداخت. من خیلی کوتاه بایسته بگم که اصلا مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران به عنوان دوتا نهاد ذی‌صلاح و مرجع اصلی آماری هستن که میتوانن آمار و شاخصه های تورمی کشور رو اعلام کنند. دو سالی است که این موضوع در واقع از مرکز آمار گرفته شده، بانک مرکزی خودش اعلام میکنه زیر نظر دولت و انتشار عمومی هم نمیدن، دولت اعلام میکنه فقط. البته من این رو هم بگم، این صرفا توسط دولت آقای رئیسی صورت نگرفته، در یک سال پایانی دولت آقای روحانی توسط آقای نوبخت به گمانم این موضوع اجرا شده بود. آنچه که هست قطع کردن دست نهادهای ذی‌صلاح ارائه آمار که قطعا کارشناسان خبره‌ای داره که با بررسی سبد غذایی و کالاهای پایه‌ای در جامعه به تبیین شاخصه های آماری و تورمی میپردازند و تورم های نقطه ای رو در جامعه بررسی میکنند و آمارهایی رو اعلام میکردن که دو سالیست ما دیگه شاهد اون آمار نیستیم. آماری رو که دولت رئیسی هم اعلام میکند جاهایی همخوانی با مشاهدات میدانی شهروندان نداشته که هیچ، یک جاهایی هم حتی برخی از آمارهای پیشینی تورم رو نقض میکند. ما شاهد 49 یا 51 درصد آمار تورمی بودیم، اما در اظهارات اخیر آقای رئیسی از کاهش 20 درصدی تورم گفته می شود. همه این آمارها تلاشی است برای به تعبیری آرام نشان دادن و بهبود وضع اقتصاد در دولت آقای رئیسی است. جایی که می دیدم آقای خامنه‌ای همین امروز که من با شما صحبت می کنم در دیداری که با دولتیان داشته، اتفاقا خیلی تمجید و تحسین و ستایش کرده دولت برگماشته خودش رو، چرا که با اراده آقای خامنه‌ای این دولت مهندسی شده روی کار آمد، خیلی تمجید و تحسین می کرد و می گفت که مهمترین حسن این دولت آن است که امید را در جامعه ایجاد کرده، یعنی با عوام فریبی و انتشار آمارهای غلط و دروغ به نحوی از آنها جامعه را به تسکین کشانده و امید ایجاد کرده. این نگاه مردان جمهوری اسلامی است. در رابطه با برجام کماکان چهار شرطی رو جمهوری اسلامی بیان کرده که به تعبیری خواهان آن هستند که امریکا بایستی قبول کنه و خب این در نشست اخیر خبری رئیسی مطرح شده که ایشون با اشاره مجدد به تأکیدات خودش در زمینه توافق اصلی گفت که ما تأکید داریم که در توافق اول تضمین‌های اطمینان آور و دوم راستی آزمایی عینی و عملی و سوم رفع تحریم‌ها به صورت معنادار و پایدار و چهارم بسته شدن ادعاهای سیاسی درباره پادمان که به نظر ما اساسی ندارد انجام شود. که قطعاً بسیار بعید خواهد بود که ایالات متحده آمریکا و چهار کشور مورد مذاکره غربی مخصوصا ادعاهای به تعبیر اینها سیاسی درباره پادمان رو بخوام بپذیرن. همونی که اشاره کردم، مقوله ادعاهای پادمانی آلوده بودن سه نیروگاه دیگر به اورانیومی است که جمهوری اسلامی اصرار دارد که اون پرونده رو خواهشاً ببندید. یک جوری زبان خواهش و التماس داره که اون بسته بشه. حال پشت پرده چه نیت یا چه کرد و کاری صورت گرفته که با افشای آن میتواند منجر به رسواییشون شود، اون یه بحث دیگری است که هنوز آماری بیان نشده. اما آقای گروسی، یعنی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، اون ماجرا رو به طور جداگانه گفته پیگیر خواهند بود و این مقوله که اینها هم در رابطه با چهار شرط توافق مطرح میکنند در مشخصا بحث پادمان خارج از ماجرای توافق اخیر احتمالی
امریکا با جمهوری اسلامی است. چه بسا امریکا یک تضمین کوتاه بده و در دراز مدت مجدد اون مسیر میبایستی باز شود. نکته دیگری که من در این مصاحبه آقای رئیسی میدیدم تأکیدشون بر اون مدیریت میدانی بود که خب خیلی از روزنامه‌های دسترسی میدیدم به اون پرداخته بودند که ایشون گفت که بایستی مدیریت کارتابلی نباشه، مدیریت میدانی باشه. ادبیاتی که خب اساساً مردان جمهوری اسلامی به تناسب خودشون طرح میکنن، مثل آقای احمدی نژاد که دولت رو پاک دست مینامید، بالاترین میزان فساد ذیل اون نظام پاک دست زایید، دولت چالاک مینامید، بیشتر حالت حاشیه آفرین داشت، یا دولت آقای خاتمی که از گفتگوی تمدن‌ها سخن میگفت، قتل‌های زنجیری زیر نظام خودشش صورت میگرفت، از گفتگو سخن میگفت و یاران خودش رو زندان میکردند و سخن نمیگفت. این ادبیات فریبکاران است. ایشون هم از مدیریت کارتابلی گفته که مدیریت میدانی متفاوت است، چیزی که آقای قالیباف پیشتر از نظارت میدانی میگفت. مدیریت کارتابلی اساسا به مدیریت‌هایی گفته میشه که خب در آفیس یا اداره مینشینند و با نگاه به پرونده‌ها و نامه‌ها هامش میزنند و یعنی اساسا میل به بین مردم رفتن ندارند. یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی در طول سالیان عمر خودش از اون استفاده کرده، ابزار حضور میدانی مردان جمهوری اسلامی هست که حتی من دیدم تو مقاله زلزله یا سیل به دروغ خود رو خاک اندود میکنن که بگویند ما از جنس شما هستیم، ما در کنار شما هستیم. یکی دو تا مطلب دیگه بسیار مایلم به اون اشاره کنم. یکی، من دیشب البته کامل اون رو اشاره کردم، بسیاری از روزنامه‌ها امروز هم به اون پرداخته بودن. شما میبینید مثلا ابرار رو که همون بحث غبارروبی آقای خامنه ای بود که من خیلی نکات کلیدی رو ترک کردم. حضور آقای خامنه ای در مرقد، در بارگاه امام هشتم شیعیان، پوزش میخوام گفتم واژه مرقد، یعنی اینقدر اینها همسان سازی کردن، واقعا خود رو همسنگ با امامان و ائمه شیعه میدانند. من اشاره کردم به فعل و انفعالاتی که در مقوله جایگزینی و جانشینی داره صورت میگیره. خب بعد از بیانیه میر حسین مبنی بر هشداری که داد که مبادا حکومت رو موروثی کنید با برگزیدن فرزندتون اسد مشتبه، و سکوتی که لایه های دست راستی به این نقطه از بیانیه آقای میر حسین داشتن، و کمتر از یک ماه ما شاهد آن بودیم که کلاس درس آقای اسد مشتبه فرزند آقای خامنه ای، همونی که در پس پشت پرده گویی یا رهبری رو مدیریت میکنه و اعمال رهبری میکنه، بیانیه صادر شده که ایشون به عنوان آیت الله نامیده شده بود، گمانه‌ها رو در این راستا بیشتر کرده بود. نکته که در این بین به چشم میآید بیشتر حال ناخوش آقای خامنه ایست. در تصاویر هم مشهود هست، کارشناسان هم به لحاظ تصویری بررسی کردند که ایشون کاهش وزن شدیدی داشته، نوعی ناسلامتی و عدم صحت و سلامت در سیمای آقای خامنه ای در این تصویر و در این حضور زیارتی مشهود بوده، که اتفاقا حتی من وقت نکردم امشب اشاره کنم، بحران‌های عراق و کنارگیری مرجع حائری، چرا که مرجعیت سمت دولتی نیست، آقای حائری بخواد اعلام کنارگیری کنه و دعوت به تبعیت از خامنه ای بیانیه بده، بحران‌های عراق و سفر بعد از چند روز در خفا بودن خامنه ای به مراسم زیارتی امام هشتم و بیانیه میر حسین و اسد مشتبه کلاس گذاشتن با عنوان آیت اللهی، همه اینها در یک مسیر بحران‌های جانشینی است. البته این بحران جانشینی شاید با چند گزاره مؤخر من الان اشاره کردم، چندین گزاره‌های متقدم و مقدم و پیشینی هم دارد که یکی از اونها میتونه مقوله ستیز بین نهادهای امنیتی باشد. هرچند برکناری آقای طائب رو اساساً در زمره ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای امنیتی، مشخصاً سازمان اطلاعات سپاه در برابر اشراف امنیتی اسرائیل تحلیل و بررسی میکنند، اما در هزار تو و لایه های نهان بیت در ساختار سیاسی که اطلاعات شفاف نمی آید، نمی توان از این تحلیل هم به سادگی گذر کرد که نقش تنش‌های درون سازمانی در مسیر جانشینی. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن.
آسمان آبی. بدرود.